به نام خدا. در فصل دوم در ارتباط با آستانه حرکت ذرات رسوب و طراحی کانال پایدار صحبت خواهیم کرد. کانال های آبرفتی و یا رودخانه های آبرفتی به چه چیزی گفته میشه؟ در کانال ها و رودخانه های آبرفتی بستر ثابت نیست، بلکه ذرات متحرک هستند مثل شن و ماسه و در واقع اینها به وسیله جریان جابجا میشن. و منظور از این جابجایی همون فرایند انتقال رسوب هستش. به طور کلی ما دو نوع انتقال داریم. یک، بار بستر که این تعریفش چی هست؟ بار بستر به ذرات در حال لغزش، غلتش یا پرش کوتاه که این ذرات این لغزش، غلتش یا پرش کوتاه جابجا میشن و اساساً در تماس با بستر هستن، ما بهش بار بستر میگیم. بار معلق ذرات ریزی هستند که وسیله جریان متلاطم سیار به صورت معلق حمل میشن و بار کل ترکیبی از بار بستر و بار معلق هستش. برای پیشبینی انتقال رسوب باید موارد زیر رو در نظر بگیریم. یک، خواص ذرات چیا هستن؟ قطر ذره، وزن مخصوص ذره، سرعت تهنشینی و تخلخل ذرات. و دوم، خصوصیت جریان هست. خصوصیت جریان شامل پروفیل های تنش بستر، سرعت و تلاطم هستش. در ارتباط با زاویه آرامش میخوام ببینیم که زاویه آرامش چی هست. زاویه آرامش حداکثر زاویه‌ای هستش که تحت اون ذرات رسوبی شروع به حرکت می‌کنن. یک تعریف کلی برای زاویه آرامش هست. بر این اساس مقاومت در برابر حرکت رو با یک ضریب اصطکاک مؤثر مثل موی اف اندازه‌گیری می‌کنن. مثلا حرکت یک ذره در یک شیب رو در نظر بگیرید. مثلا یک ذره رو در نظر بگیرید که روی سطح شیب داره و این میخواد حرکت کنه. این ذره رسوب حرکت اولیه زمانی اتفاق میفته که مؤلفه نیروی وزن بیشتر از اون نیروی اصطکاکی باشه که مانع از حرکتش به طرف پایین میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این ذرات رو روی این شیبی که در واقع در این شکل براتون توی استاید آوردم در نظر بگیرید، این ذرات تحت تاثیر وزنشون میخوان به طرف پایین حرکت کنن و یک نیروی وجود داره، نیروی اصطکاکی که میخواد از حرکت اینها روی این سطح شیبدار مانع بشه و اون رو با F نشون میدیم. رابطه ای که برقرار میشه برای این ذرات روی این سطح شیبدار به این ترتیب هستش که MG سینوس فی که اون زاویه آرامش رو ما اینجا با فی نشون دادیم، MG سینوس فی برابر میشه با موی اف اون ضریب اصطکاکی ضرب داره MG کوسینوس فی. این به سمت بالا حرکت پیدا میکنه و این منظور نیروی اصطکاک هست و در نهایت بعد از ساده سازی مقدار موی اف ما برابر میشه با تانژانت فی یا تانژانت زاویه آرامش. خب هیدرولیک کانال های آبرفتی یعنی چی؟ در مطالعه هیدرولیک کانال‌های آبرفتی بیشترین تمرکز رو ما می‌ذاریم روی اون مقدار بار بستری که در واقع انتقال پیدا می‌کنه و ما می‌خوایم اون رو پیدا کنیم که وسیله جریان تحت شرایط هیدرولیکی معین حمل میشه. ما بیشترین تمرکزمون روی یافتن در واقع مقدار بار رسوبی هست که وسیله جریان تحت شرایط هیدرولیکی معین حمل میشه. شرط حرکت اولیه برای ذرات با استفاده از نیروهای وارد بر ذره مطابق این رابطه ی تانژانت فی برابر میشه با اف تی بخش بر اف ان به دست میاد. خب حالا این اف تی و اف ان چی هستن؟ اف تی و اف ان نیروهای موازی و عمود با زاویه آرامش هست که زاویه آرامش رو با فی نشون دادیم. توی این شکل زاویه آرامش با آلفا نشون داده شده و این منظور همون فی هست، زاویه آرامش هستش. در واقع FT و FN حاصل کشش هیدرودینامیکی FD و نیروی بالابر FL هست و همینطور وزن قوطه‌ور که با W نشون دادیم. پس حاصل اینها هستش نیروی هیدرودینامیکی FD، نیروی بالابر FL و وزن قوطه‌ور که W توی چک نمایش داده شده. مدلی که در استاید قبل دیدین برای شرط حرکت اولیه
تحت تأثیر سه تا نیرو تبدیل میشه به این معادله، تبدیل میشه به تانژانت فی برابر میشه با دابلیو سینوس آلفا به علاوه اف دی. این سینوس آلفا در واقع همین زاویه هستش که توی این شکل براتون نمایش دادم، بخش بر دابلیو کوسینوس آلفا منهای اف ال. اف ال و اف دی هم در اصل قبل براتون تعریف کردم، اف ال نیروی بالابر هست و اف دی نیروی کشش هیدرودینامیکی. زاویه آلفا شیب بستر از افق هستش که شیب این بستری هست که ذرات روی اون قرار میگیرن با افق که رسوب روی اون حرکت پیدا میکنه. اون نیروی مقاومت در مقابل حرکت رو ما نیروی درگ بهش میگیم و نیروی بالابر افعل به صورتهای زیر تعریف میشن، یعنی به این صورت دوتا فرمولی که من در این اسلاید براتون نمایش دادم. نیروی درگ برابر میشه با سی دی ضرب در کای یک دی به توان دو رو یو بی به توان دو دوم و افعل برابر میشه با سی ال کای دو دی به توان دو رو یو بی به توان دو بخش بر دو. حالا توی این پارامترایی که توی این دوتا معادله هست به این ترتیب هست که یو بی سرعت سیال در بستر کاناله، سی دی و سی ال به ترتیب ضریب درگ و ضریب لیفت هست یا نیروی بالابر هست، دی منظور قطر ذرات توی دوتا معادله، کای یک و کای دو هم عوامل شکل ذرات هستن و رو چگالی مایه هستش. برای وزن مخصوص قوطه‌ور رابطه یه دیگه ای رو داریم که وزن مخصوص قوطه‌وریمون برابر میشه با کای سه روی اسمن های رو جی دی به توان سه. پس این سه تا نیروی بود که در واقع روی چک بهتون نشون دادم. چیا بودن؟ اف ال بود نیروی بالابر، اف دی بود نیروی درگ و دابلیو که نیروی وزن قوطه‌وری هست. کای سه هم عامل شکل هست توی این معادله و روی اس منظور چگاری ذرات جامد هستش. با در نظر گرفتن این معادلاتی که خدمتتون توی اسلایدهای قبل و این اسلاید در مورد وزن قوطه‌وری توضیح دادم، سرعت بحرانی بستر رو میتونیم با استفاده از این معادله به دست بیاریم، یعنی یو بی به توان دو سرعت بحرانی. سی نمایانگر بحرانی بودن سرعت در بستر هست، بخش بر روی اس بر رو منهای یک جیدی قطر ذرات برابر میشه با دو تا کایسه که کایسه عامل شکل بود در تانژانت فی ضرب در کوسینوس آلفا منهای سینوس آلفا بخش بر سیدی ضرب نیروی درگ در کای یک عامل شکل برای نیروی درگ به علاوه سی ال ضرب نیروی لیفت در کای دو ضرب در تانژانت فی هستش که یوی بی سرعت بحرانی بستر هست. این رو خدمتتون توضیح دادم که در اون حرکت رسوب اولیه انجام میگیره. طرف دوم معادله رو ما میتونیم به صورت آپرین یا به عنوان ضریب رسوب این رو نمایش بدیم. پس هر جا ضریب رسوب در واقع بهش برخورد کردید منظور این هستش. آپرین یا همون ضریب رسوب طرف دوم معادله بود که خدمتتون توضیح دادم، به خواص ذرات بستگی داره، دینامیک جریان، شیب کانال و زاویه سکون بستگی داره. پس ضریب رسوب به این عوامل که براتون توی انساید آوردم وابسته هستش. بیشتر از دو قرن تلاش‌های زیادی شده محققین در واقع در گذشته و در حال حاضر تلاش‌های زیادی کردن که شرایط حرکت اولیه رسوبات رو فرموله کنن. یکی از این روابط، از اولین روابطی که برای شرایط حرکت اولیه رسوب در نظر گرفته شده برامز بوده که این برامز سرعت بحرانی آب رو به صورت این فرمولی که توی اسلاید براتون آوردم ارائه داده که VC برابر میشه با K در W به توان 1/6، K ضریب ثابت هست و W وزن ذرات رسوبات هست به توان 1/6. در ارتباط با پدیده فرسایش و انتقال رسوب هم ایجالسترن در سال 1935 برای مواد یک نواخ روی یک بستر سوس مطالعاتی انجام داده و این مطالعاتش رو روی دوتا گرافی که توی این اسلاید براتون آوردم در واقع نشون داده به مخاطبش. یکی از این نمودارها قطر ذرات رو در مقابل سرعت جریان آورده که بر حسب سانتیمتر بر ثانیه هست و اون محدوده‌ای که فرسایش اتفاق میفته، محدوده انتقالی و محدوده رسوب‌گذاری رو روی گراف نشون داده و همینطور در یک گراف دیگه‌ای
در واقع اون زاویه پاسخ در مقابل قطر ذرات رو براتون نمایش داده و این رو در واقع جمع‌بندی کرده از مطالعاتش که مینیمم زاویه‌ای که برای زاویه پاسخ برای ذرات شن هست رو با این خطی که ارائه داده روی این گراف به دست آورده میشه و در مورد ذرات رسوبی که خیلی گرد باشن یا گرد بودنشون متوسط باشه و یا اینکه در واقع اون گرد بودنشون در حد کمی باشه یا گوشه دار باشن، این خطوط برای این زوایای رسوب با قطر ذرات مشخص ارائه داده شده و زاویه پاسخ رو در روی محور عمودی این رو بهتون نشون داده. پس این پدیده فرسایش و انتقال رسوب هم توسط این محقق در این دو گراف به این ترتیب ارائه داده شده. نیل یک محقق دیگه بوده که توی سال 1967 رابطه‌ای رو برای مواد یک نواخت مطابق با این رابطه‌ای که براتون توی استعداد آوردم ارائه داده. این رابطه سرعت بحرانی به توان دو بخش بر روی S بر رو منهای یک جی دی برابر میشه با 2.5 دی بخش بر H به توان منفی 0.2 ارائه داده. این روابط مهم هستن و لزومی نداره شما این روابط رو حفظ کنید. در سوالات امتحانی این روابط رو به شما به عنوان روابط کمکی میدن، توی امتحانات این روابط داده میشه. اینجا H منظور عمق جریان یک نواخت هست، دی قطر ذرات هست، USC هم که سرعت بحرانی هستش، روی S منظور چگالی ذرات رسوب هست، رو چگالی سیال هست، G هم که شتاب ثقله. کارستنس یک محقق دیگه هستش که رابطه دیگه رو ارائه داده. این رابطه مطابق با معادله هست که در این اسلاید براتون آوردم. این هم یک رابطه دیگه هست که بر اساس داده های حرکت اولیه ذرات رسوب توسط این محقق ارائه داده شده. یانگ هم با استفاده از مفهوم نیروی کشش و نیروی بالابر، یعنی همون FD و FA، به همراه اون رابطه ای که برای توزیع سرعت لوگاریتمی وجود داره یک رابطه دیگه رو ارائه داده که VSD بخش بر اومگا برابر میشه با 2.5 بخش بر لوگاریتم USD بخش بر 9 منهای 600 به علاوه 66. این رو هم در نظر داشته باشید که این معادله برای عدد رینولز بین 0 تا 70 هست. منظور اینجا USD بخش بر 9 عدد رینولز هست. این رو هم باید در نظر داشته باشید که این معادله برای مناطق صاف و انتقالی از نظر هیدرولیکی معتبره و برای مناطق ناهموار هیدرولیکی یه معادله دیگه ای رو ایشون ارائه دادن که به صورت VSC بخش بر اومگا برابر میشه با 2.05 که برای اعداد رینولز بیشتر از 70 کاربرد داره. از روی عدد رینولز هم میتونیم تشخیص بدیم که منطقه مصاف و انتقالی هست و یا منطقه ناهموار هیدرولیکی هست. به این ترتیب این روابط برای سرعت بحرانی توسط یانگ ارائه داده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم تیموری ایوان هستم، دکترای سازیابی با آموزش هیدرولیک رسوب در خدمتون هستم. در فصل اول از این آموزش در ارتباط با مشخصه های آب و رسوب صحبت خواهیم کرد. توی این فصل به ملاحظات تئوری و تجربی هندسه انتقال رسوب می‌پردازیم که در شناسایی فرمول‌های هیدرولیک برای جریان سیال و محاسبات رسوب توی کانال‌های باز و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های جریان و رسوب نقش اساسی داره. هیدرولیک جریان در رودخانه و مشخصه‌های انتقال رسوب دو تا پدیده اساسی هستند که شکل هندسی و پلانی اون رو تعیین می‌کنند. متغیرهای زیادی وجود داره که روی هیدرولیک جریان و ماهیت انتقال رسوب توی یک جریان طبیعی تاثیرگذار هست که ما توی این فصل به اونها خواهیم پرداخت. شرایط حرکت رسوب اولیه در بسیاری از مسائل مربوط به هندسه به انتقال و هیدرولیک انتقال و رسوب مهم هستش و ما این شرایط اولیه رو با استفاده از روابطی که قبلا توسط محققین ارائه داده شده در نظر میگیریم و بیش از دو قرن قبل‌تر از تحقیقاتی که در قبل صورت گرفته تلاش شده که شرایط اولیه حرکت رسوبات رو فرموله کنند. بنابراین شرایط
اولیه حرکت رسوب یکی از عوامل اساسی برای انتقال رسوب در نظر گرفته میشه. مسائل دینامیکی برهم کنش مایع و ذرات رسوب تا حد زیادی تحت تاثیر خواص رسوب قرار میگیرن که این هم به عنوان یک نکته میتونید در نظر داشته باشید. اولین مورد برای تقسیم بندی در مورد رسوبات، تقسیم بندی رسوبات به صورت چسبنده و غیر چسبنده هست که در مورد این رسوبات چسبنده و غیر چسبنده در آینده توی این آموزش صحبت خواهیم کرد. در رسوبات چسبنده این رو در نظر داشته باشید که مقاومت در برابر فرسایش به قدرت پیوند چسبنده بین ذرات بستگی داره که ممکنه که خیلی بیشتر از تأثیر ویژگی‌های فیزیکی ذرات باشه. توی خاک‌های غیر چسبنده مشخصه‌های فیزیکی غالب میشه به قدرت پیوند بین ذرات، یعنی این تفاوتی هستش که رسوبات چسبنده و غیر چسبنده با همدیگه دارن و حرکت این ذرات توی خاک‌های غیر چسبنده به ویژگی فیزیکی تک تک اون ذرات مثل اندازه، شکل و چگالی اون بستگی داره. این پارامترها رو در ادامه توضیح خواهم داد. مهمترین خاصیت فیزیکی ذرات رسوب اندازه اون ذرات هست. الان ما توی اسلاید قبل راجع به خاک‌های غیرچسبنده گفتیم که از ویژگی‌های فیزیکی که برای این ذرات تاثیرگذار هست اندازه است. تأثیر مستقیم روی تحرک ذره داره و میتونه از تخت سنگ های بزرگ که فقط توسط سیلاب های کوهستانی جابجا میشن تا خاک های ریز که میتونن معلق باشن یا تهنشین باشن متغیر باشه. اندازه ذرات به روش های مختلفی تعیین میشه که شامل یک قطر اسمی. این قطرها رو که الان من خدمتتون میگم سعی کنید که تو ذهنتون باشه، توی خاطرتون باشه. از اینها استفاده میشه توی هیدرولیک رسوب و در ادامه ما اینها رو داریم. قطر اسمی به قطر کره‌ای با همون حجم ذره اشاره میکنه که معمولاً با حجم جابجا شده یک ذره قوطه‌ور اندازه گیری میشه. این در ارتباط با قطر اسمی هستش. قطر علک پارامتر دیگه هست که ما قطر ذرات رو با استفاده از این هم میتونیم تعریف کنیم. قطر علک حداقل طول دهانه غربال مربعی هستش که یک ذره از اون سقوط میکنه میفته. سوم قطر سقوط. قطر سقوط قطر یک کره معادل با وزن مخصوص 265 هست که با سرعت تهنشینی نهایی یکسان در آب در دمای 24 درجه سانتیگراد اتفاق میفته. این هم در ارتباط با قطر سقوط هست. اما در ارتباط با شکل ذرات، شکل به غیر از اندازه که در اسلایدهای قبل خدمتتون توضیح دادم، یکی دیگه از عوامل تاثیرگذار بر انتقال رسوبات هست. پس علاوه بر اندازه ما شکل ذرات رو هم به عنوان یک عاملی برای انتقال رسوب داریم. اما هیچ روش کمی مستقیم برای اندازه گیری و تاثیر اون وجود نداره. یک نفر به نام مکناون در سال 1951 یک عاملی رو به عنوان عامل شکل که با SF این رو نشون داده یا همون شیپ فاکتور یا عامل شکل برابر هستش با سی بخش بر A در B. این سی چیه؟ این سی کوتاه‌ترین محور از سه محور عمود بر ذره است. یعنی ما سه محور که بر روی یک ذره عمود میشه A و B و C اون رو نمایش دادیم که این سی کوتاه‌ترین محور از سه محور عمود بر ذره در نظر گرفته میشه بخش بر دو محور بعدی که ما اون رو بر روی ذره در واقع این مکناون اون رو تعریف کرده. این رو به عنوان یک عامل شکل تعریف کردن و ما اون رو برای شکل ذرات به عنوان یک معیاری در نظر میگیریم. نکته که وجود داره این هستش که ظریف شکل همیشه کمتر از واحده و مقدارش کمتر از 0.7 هست. عامل بعدی
برای انتقال رسوبات چگالی ذرات هستند. چگالی ذرات عامل مهم دیگه‌ای هستش که باید دانسته بشه. تغییرات در چگالی همونطور که بهش اشاره کردیم روی انتقال رسوب تأثیر گذاره. چگالی جرمی ذره جامد رو ما با رو اس نشون میدیم و این رو اس جرم جامد رو در واحد حجم اون تعریف میکنه. دومین عاملی که مرتبط هست با چگالی ذرات وزن مخصوص ذره هست که با گامای اس نمایش میدیم و این برابر هستش با وزن ذرات جامد در واحد حجم اون ذرات جامد. نکته که وجود داره این هستش که وزن مخصوص یک جامد یا همون گامای اس که تعریفش کردیم به چه صورتی هست برابر هستش با حاصل ضرب چگالی جرمی که اون رو هم تعریف کردیم. چگالی جرمی ضرب در شتاب گرانشی، یعنی چی؟ یعنی گامای اس برابر میشه با روی اس ضرب در جیگ شتاب گرانشی هستش. وزن مخصوص غوطه بر یک ذره چطور محاسب میشه؟ وزن مخصوص غوطه بر یک ذره رو با نماد گاما پریم اس نشون میدیم که با توجه به اصل آرشمیدس برابر هستش با وزن مخصوص ذره جامد که غوطه بر هست در سیال منهای وزن مخصوص. یعنی چی؟ یعنی گاما پریم اس برابر میشه با گامای اس منهای گاما که این برابر هستش با اون جرم مخصوص منهای رو در جی شتاب ثقل. نسبت وزن مخصوص یک ذره جامد به وزن مخصوص یک سیار در دمای مرجع استاندارد وزن مخصوص در واقع این سیگما رو مشخص میکنه. ما اون رو با سیگما نشون میدیم. با اشاره و در نظر گرفتن اینکه در دمای 4 درجه سانتیگراد وزن مخصوص ذراتمون که اینجا با نماد سیگما نشونش دادیم برابر میشه با گامای اس بخش بر گاما که همون روی اس بخش بر رو هست و این برابر میشه با 2.65. پس وزن مخصوص یک ذره یا همون سیگما رو ما به این ترتیب 2.65 به دست میاریم. این رو هم اگر جایی دیدید بدونید که تعریفش به این صورت بوده. منحنی دانه بندی. اطلاعاتی که از یک منحنی دانه بندی برای ذره استخراج میشه کاربردهای زیادی در زمینه‌های مهندسی رودخانه داره. مثل مدل سازی انتقال رسوب، تغییر وضعیت رسوب گذاری یا فرسایش بستن رودخانه و تغییرات ریخت شناسی رودخانه ما اینها رو میتونیم به وسیله یه منحنی دانه بندی این اطلاعات رو استخراج کنیم. مسالی رودخانه‌ای دارای اندازه های متفاوتی هستند. برای نشان دادن توزیع دانه بندی مسالی رودخانه‌ای ما میایم از یک سری الک استفاده میکنیم و اون رو توی منحنی دانه بندی در واقع براش در نظر میگیریم و این الک ها کاربردشون برای ترسیم منحنی دانه بندی هستش. توی این شکل یک نمونه از منحنی دانه بندی و توزیع ذرات رو برای اندازه ذرات مختلف مشاهده می کنید که شماره الک روی محور افقی و درصد عبوری ذرات روی محور عمودی نشون داده میشه. اطلاعاتی رو ما میتونیم از منحنی دانه بندی همونطور که در اسلاید قبل خدمتون توضیح دادم برای انتقال رسوبات و عوامل دیگه ای ازش استخراج کنیم. D10, D30 و D60 هم که روی منحنی دانه بندی در نظر گرفته میشه در واقع عبارت هست از اندازه ذراتی که به ترتیب 10, 30 و 60 درصد ذرات کوچکتر از اون اندازه باشن. این اندازه ها رو هم D10, D30, D60 اینها رو هم اگر جایی دیدید تعریفش به این صورتی بودش که خدمتون توضیح دادم. و همونطور که خدمتون توضیح داده شد این منحنی شماره الک روی محور افقی میاره درصد عبوری از ذرات رو روی محور عمودی و در مقیاس لوگاریتمی ترسیم شده.
از منحنی دانه‌بندی میتونیم خصوصیت ها و ویژگی های دیگه ای رو از قبیل یک نواخت بودن یا غیر یک نواخت بودن مساله، اندازه متوسط ذرات، اندازه میانه ذرات، اندازه متوسط هندسی و انحراف معیار ذرات به دست بیاریم. در ارتباط با ضریب یک نواختی که در واقع از منحنی دانه بندی میتونیم این رو به دست بیاریم، اینطوری تعریف میکنیم که این ضریب برابر هستش با دی 60 به دی 10. با سی یو هم نمایشش میدیم. سی یو برابر میشه با دی 60 به دی 10. دی 60 چی بود؟ اندازه ذره ای بودش که 60% ذرات کوچکتر از اندازه اون ذره باشن. دی 10 چی بود؟ اندازه ذره‌ای که 10% از ذرات کوچکتر از اون ذره باشن. اگر سیمون کوچکتر از 4 شد، خاک یک نواخته. و اگر سیمون بزرگتر از 4 بشه، خاک غیر یک نواخته. این رو هم به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید. یعنی برای یک نواختی و غیر یک نواختی، محدوده‌ای که برای ضریب یک نواختی داریم به این ترتیب هست. که اگر کوچکتر از 4 بود خاک یک نواخت، اگر بزرگتر از 4 بود خاک غیر یک نواخت هست. نکته بعدی، منظور از خاک غیر یک نواخت خاکیه که از مخلوط ذرات با اندازه متفاوت تشکیل شده باشه. در ارتباط با اندازه متوسط ذرات یعنی دی 50 که ما این رو اینطوری تعریف میکنیم، عبارت هست از ذره‌ای که 50% وزنی مثلا از اون کوچیک‌تر باشن رو هم میتونیم این اندازه متوسط رو روی منحنی دانه بندیمون به دست بیاریم. اندازه میانه ذرات یا دی ام برابر میشه با سامیشن پی آی درصد ذرات ضرب در قطر ذرات تقسیم بر صد. این رو هم اندازه میانه ذرات با استفاده از این فرمول میتونیم استخراج کنیم. برای محاسبه دی ام، منحنی دانه بندی رو میایم به چند قسمت تقسیم میکنیم و اندازه متوسط هر قسمت رو یا همون دی آی برای درصد وزنی مساله برای هر قسمت از اون یعنی پی آی به دست میاریم، توی این معادله میذاریم و مقدار اندازه میانه ذرات رو به این ترتیب محاسبه می کنیم. در ارتباط با اندازه متوسط هندسی که با نماد دی جی نمایش داده میشه، برابر هستش با دی 16 ضرب در دی 84 به توان نیم. دی 16 یعنی چی؟ یعنی اندازه ذره‌ای که 16% ذرات کوچکتر از اون باشن. دی 84 یعنی اندازه ذره‌ای که 84% ذرات از این اندازه کوچکتر باشه، که اینها روی منحنی دانه بندی در واقع به دست میاریم و اندازه متوسط هندسی رو با جایگزین کردن این ذرات توی این معادله محاسبه میکنیم. انحراف معیار هندسی که با نماد سیگمای جی نشون داده میشه، برابر هستش با دی 84 به دی 16 به توان نیم. در بیشتر موارد برای رسوبات رودخانه‌ای هم از سیگمای جی به عنوان یک شاخص و پارامتری برای یک نواختی و غیر یک نواختی ذرات استفاده میشه. این رو هم به عنوان یک نکته خاطرتون باشه. اگر سیگمای جی یا انحراف معیار هندسیمون کوچکتر از 1.3 باشه، مساله بستن یک نواخته و اگر بزرگتر مساله با 1.5 باشه، مساله بستن غیر یک نواخته. محدوده ای که برای در واقع یک نواختی و غیر یک نواختی رسوبات رودخونه‌ای در نظر گرفتن بر اساس معیار هندسی در این محدوده هستش که اگر کوچکتر از 1.3 بود مساله یک نواخت و اگر بزرگتر مساله با 1.5 بود رسوبات بستن غیر یک نواخت هست. سرعت تهنشینی یا سرعت سقوط یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار بر روی انتقال رسوبات است. سرعت سقوط یا تهنشینی یک ذره تابعی از اندازه، شکل، چگالی و ویسکوزیته سیار است. همچنین این سرعت سقوط به وسعت سیاری که در اون
ریخته میشه بستگی داره و عامل دیگه‌ای که سرعت سقوط بهش وابسته هست میزان شدت تلاطم جریان هست که اگر هر چقدر که جریان متلاطم تر باشه ذرات فرصت کمتری رو برای سقوط پیدا می کنن. برای ذراتی که قطرشون بیشتر از 2 میلیمتر باشه سرعت سقوط با استفاده از این رابطه در این اسلاید محاسبه میشه. یعنی سرعت سقوط برابر میشه با 3.32 ضرب در رادیکال دی که قطر ذره هست بر حسب میلیمتر. سرعت سقوط یا سرعت نهایی در یک سیال ساکن با برقراری تعادل بین نیروهای کشش در برابر نیروی وزن قوطه‌ور به دست میاد. در اثر گرانش یک ذره به سرعت ثابتی به نام سرعت نهایی یا سرعت تهنشینی میرسه. زمانی که نیروی درگ برابر با سرعت نهایی باشه این معادله به دست میاد. یعنی که نیروی درگ که در خلاف جهت نیروی وزن به طرف بالا ایجاد میشه که این نیروی درگ برابر هستش با سی دی ضریب درگ ضرب در مساحت اون ذره که ما به صورت کروی شکل در نظر میگیریم پی دی به توان 2/4 ضرب در رو در سرعت سقوط به توان 2/2 برابر میشه با مقدار اون وزن ذره‌ای که در واقع به طرف پایین وارد میشه. یعنی پی دی به توان 3/6 ضرب در جی در روی اسمن های رو. یعنی این دوتا اختلافشون با همدیگه 0 در نظر گرفته شده که از اینجا با ساده سازی میتونیم سرعت سقوط یا سرعت تهنشینی رو به دست بیاریم که برابر هست با اومگا به توان 2، یعنی سرعت سقوط به توان 2 برابر میشه با 4/3 در 1/2 بر ضریب نیروی درگ ضرب در جی دی در روی اس منهای رو بخش بر رو. پس از این اختلاف نیروی وزن و نیروی درگ که به سمت بالا وارد میشه ما میتونیم سرعت سقوط رو استخراج کنیم. بنابراین برای یک ذره کروی با قطر دی در یک سیال ویسکوس با ویسکوزیته دینامیکی مو ضریب سی دی تعریف شده و مشکل مربوط به تعیین این مقدار ضریب توی سیال ویسکوس با ویسکوزیته دینامیکی مو برطرف میشه. در منطقه جریان آرام برای عدد رینولز کمتر از نیم تا حدود عدد رینولز 1 رینولز ذره برابر میشه با سرعت سقوط ضرب در قطر ذره بخش بر نو. راه حل استوکس رو داریم. یعنی چی؟ یعنی سه پی مو در دی ضرب در دبلیو که سرعت یا اومگا که سرعت سقوط هست و مقدار سی دیمون برابر میشه با 24 بخش بر رینولز در منطقه جریان آرام برای به دست آوردن ضریب نیروی درگ از این رابطه استفاده میشه. محدوده یه جریان آرام هم برای عدد رینولز کمتر از این تا 1 هستش. اگر ویسکوزیته سیار خیلی بزرگ باشه، یعنی که روغن سنگین مثلا روغن سنگین باشه، شرایط روغن سنگین ویسکوزیته سیار زیاد هست، بزرگ هست، یا ذره خیلی کوچیک باشه مثل یک ذره گرد و غبار ممکنه که محلول استوکس در نظر گرفته بشه.